سرخط خبرها، رنج مهاجرت افغانها به ترکیه و درد بلا تکلیفی، حمله هوایی در هلمند، منابع فرمانده لوا و 20 طالب دیگر کشته شدند. هدف انفجار در نزدیکی سفارت روسیه به ثباتی افغانستان بود و خبر امیدوار کننده در راه است. مشروع خبرها، روایت اول، شکریه همراه با همسرش نور محمد 5 روز متوالی در یک گودال عمیق در نزدیکی مرز ترکیه و ایران مخفی بودند. همراه با آنان خانواده های زیاد دیگر نیز بودند که هوای رسیدن به ترکیه و پس از آن اروپا را در سر می پروراندند. در 5 روز مخفی شدن آنها در این گودال عمیق، قاچاقبران یک بار هم از آنان خبر نگرفته بودند، نه غذایی وجود داشت و نه آب نوشیدنی سالم. شکریه با این که 3 ماهه باردار بود و هر دم دچار حالت تهوع می شد، نمی خواست دوباره به افغانستان و به زادگاهش هرات برگردد، زیرا طالبان در جستجوی نور محمد یعنی همسرش بودند. نور محمد سالها در دوران دولتهای پیشی نظامی بود و بارها با طالبان جنگیده بود. کار نور محمد همراهی با کاروان بارهای نیروهای ناتو تا هلمند و قندهار بود و به همین دلیل طالبان در پی او بودند تا انتقام بگیرند. شکریه و همسرش یک روز پس از سقوط شهر هرات به دست طالبان به سوی مرزهای نیمروز گریختند. آنها جز چند دست لباس هیچ چیز دیگر با خود نبردند. شکریه به روزنامه گاردین میگوید از مرز افغانستان تا زایدان 6 شب در راه بودیم. روزها در سایه درختان یا زیر صخره ها پنهان می شدیم و شبها حرکت می کردیم. پس از رسیدن به زاهدان، قاچاقبر آنها را و خانواده های دیگر را سوار به یک میلی بس می کند و به شهر ارومیه در غرب ایران و نزدیک مرز با ترکیه می رساند. در آنجا که هفته به انتظار نشستند تا قاچاقبر دیگر آنها را به دیوار مرزی ببرند، ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به این کشور دیوار بلندی در نواحی مرزی با ایران بنا کرده است. این دیوار با سیم خاردار و پوزهای دیدبانی و دوربینهای پیشرفته دید در شب مجهز شده است و در برخی جاها خندقهای عمیق نیز حفر شده است. پس از 5 روز بالاخره سر و کله قاچاقبرها پیدا می شود و آنان را به شهر مرزی وان در نزدیکی ایران می برند. اما در آن شهر تمام مهاجران غیر قانونی افغان دستگیر می شوند و مسئولان ترکیه تصمیم می گیرند آنها را دوباره به خاک ایران اخراج کنند. اما شکریه که برگشت را با مرگ همسرش برابر می دید نزد ترک ها به التماس افتاد و گفت که باردار است و برگشت به افغانستان به معنای مرگ حتمی او و همسرش خواهد بود. ترک ها ترحم کردند و به او همسرش برگه اقامت موقت دادند. از آن زمان شکریه در زیر شیروان نیمه مخروبه زندگی می کند. فرزند از زودتر از موعود به دنیا آمد و شفاخانه بقیه پسنداز زندگی آنان را بلعید. شکریه و همسرش با هزینه کردن $3,000 به ترکیه رسیده بودند، اما حال پول برای غذا و خرید داروی فرزندانشان ندارند. این روایت گوشه کوچک از قصه دردناک افغانهای است که از شر طالبان گریختند، اما برنج و درد آوارگی در غربت ترکیه گرفتار شدند. با نزدیک شدن به زمان انتخابات در ترکیه، شعارهای ضد مهاجرتی در میان احزاب رازگرا و حتی چپگرا این کشور افزایش یافته است. بسیار از شهروندان ترکیه میپندارند که مهاجران باعث غصب و کار و نان آنان میشوند و تورم موجود نتیجه حضور آنان در کشور است. شمار از احزاب تعهد کردند که در صورت پیروزی مهاجران را اخراج خواهند کرد. در حال حاضر در حدود 4 میلیون مهاجر در ترکیه زندگی می کنند که بیشتر آنها سوری و تعداد نیز افغانند. سازمان های مهاجرتی می گویند که در 1 سال گذشته 300 هزار مهاجر افغان به سوی ترکیه مهاجرت کردند، اما ترکیه نیز روند اخراج افغان ها را سرعت بخشیده است و در طول سال گذشته 10,000 افغان دوباره به افغانستان بازگردانده شدند. حمله هوایی در هلمند، منابع فرمانده لوا و 20 طالب دیگر کشته شدند. منابع از انجام شدن یک حمله هوایی بر ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر میدن. یک منبع به روزنامه 8 صبح گفت که این حمله پنجشنبه شب 17 سنبله بر لوای طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند صورت گرفته است. در نتیجه این حمله هوایی به شمول قماندان لوای طالبان 21 طالب دیگر کشته شده است. با گفته منبع افزون بر تلفات، شماری از تاسیسات نیز در این مرکز نظامی آتش گرفته است.
منبع بانز که زخمی شدن شمار جنگجان و طالب در این رویداد را تایید میکند، اما در مورد شمار دقیق زخمیان چیزی نمیگوید. این در حالی است که در روزهای اخیر بخشهای از کشور شاهد حملات هوایی میباشد. هدف انفجار در نزدیکی سفارت روسیه بی‌ثباتی افغانستان بود. حملات تروریستی علیه سفارت روسیه در کابل به این بود که وضعیت در افغانستان و مشارکت ساختاری روسیه در آن را صدمه میزند. با گزارش اسپوتنیک، یافته های دفتر اطلاعات خارجی روسیه نشان میدهد که حمله تروریستی در کابل، یعنی در مقابل دروازه سفارت روسیه در کابل، با هدف برهم زدن ثبات بیشتر اوضاع در افغانستان و مشارکت سازنده فدراسیون روسیه در آن انجام شد. در بیانیه این دفتر آمده است: اطلاعاتی که به ما رسیده، هدف انفجار در مقابل سفارت روسیه در کابل برهم زدن اوضاع در افغانستان و مشارکت سازنده کشورمان در این روند. اخبار امیدوار کننده در راه است. طرح تجزیه افغانستان در کاخ کرملین. طرح تجزیه افغانستان به دو کشور شمالی و جنوبی در حال بررسی و رایزنی در کاخ کرملین قرار دارد. یک منبع در کاخ کرملین به انصار پرس گفته است که طرح در کاخ کرملین در حال بررسی است که طی آن افغانستان به دو کشور مستقل شمال و جنوب تقسیم خواهد شد. با گفته منبع، این طرح ابتدا توسط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مطرح شده است و هدف از آن دور نگه داشتن گروه های تندرو که اکثر پشتون و از ساکنان جنوب افغانستان هستند می باشد. منبع اظهار می دارد که این طرح در حال تکمیل شدن است و به محض تایید نهایی آن مقدمات اجرایی آن آغاز خواهد شد. در این طرح 16 ولایت افغانستان شمالی را تشکیل خواهند داد. منبع میگوید که ایران از این طرح کاملا آگاهی دارد و احتمالاً دلیل اصلی سفر چند روز قبل کاظم قومی نماینده رئیس جمهور ایران به مسکو تبادل نظر در مورد این طرح بوده است. گفتنی است که بعد از ریکار آمدن رژیم طالبان در کابل، کشورهای آسیای مرکزی بد شدت از رشد تروریسم در افغانستان و مرزهای خودشان ابراز نگرانی کردند و چندین بار نیز درگیری های مرزی با تاجیکستان، ازبکستان و همچنان ایران رخ داده است. رشد گروه های تروریستی و همپیمانی آنان با گروه های تندرو طالبان در افغانستان به حدی بوده که طی روزهای گذشته چندین مقام ارشد آنان از جمله ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل و در یکی از خانه های انسقانی از رهبران طالبان و شبکه حقانی در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شد. طالبان و نسل جدید تروریسم. طالبان از نخستین روزهای سلطه‌شان بر افغانستان تا کنون از تامین امنیت کامل و ختم جنگ سخن زدند. در تمام نشست‌ها و گفتگوهای داخلی خارجی از آن با فخر یاد کردند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.